این ماجرا را علامه مجلسی در بهار نقل کردن، بهاری که مجموعه روایاته. بیان این معلومه که این قصه موافق با روایاته. یه مردی بود به اسم ابوالوفا شیرازی، میگه من رو در کرمان زندانی کردن. حاکم کرمان یه کسی بود به اسم ابن الیاس، منو زندان کرد. یه مدتی گذشت و به من خبر دادن که ابن الیاس تصمیم گرفته خلاصه پوست تو رو بکنه، میخواد بکشت. مونده بودم چه کار کنم. به ذهنم آمد در بین ائمه معصومین امام سجاد علیه السلام اسارت بدی کشیده. تعبیری که در این ماجرا داره اینه که من رو به قل و زنجیر بسته بودند، لذا به ذهنم آمد که متوسل به امام سجاد بشم. متوسل شدم و یه توسل عجیب و سنگینی و خوابم برد. در خواب پیغمبر اکرم رو دیدم. پیغمبر اکرم به من یه دستوری دادن. ابتداعا فرمودن که این رو بدان بین من و فرزندانم خدا اینجوری تقدیر کرده که برای هر کدام از مشکلاتتون به یکی از ما باید متوسل بشید. هر کدام از اهل بیت عصمت و طهارت مظهر و جلوه یکی از اسماء الهی هستن، به اون جهت هر کدوم یک کاری انجام میده. بعد فرمودن، چند تا رو فرمودن. یکی فرمودن که اگر کسی به تو ظلم کرد به امیر المؤمنین متوسل شد. میگه تا پیغمبر اینو فهمدن عرض کردم یا رسول الله، امیر المؤمنین کسی اگر به ما ظلم کنه امیر المؤمنین انتقام میگیره؟ خود امیر المؤمنین جلوی چشمش به فاطمه اش ظلم کرد، چجوری میشه انتقام بگیره؟ فرمودن که اون ماجرا امر من بود، عهد خدا بود، مأمور به صبر بود، اما در مورد سایر افراد وای به اون کسی که به یکی از موالیان امیر المؤمنین ظلم بکنه، خود امیرالمؤمنین انتقام میگیره. نسبت به امام سجاد علیه السلام فرمودن بله، علی ابن الحسین برای دو تا مشکل بهشون پناهنده بشو. یکی برای اگر در زندان افتادی فل نجات من السلاطین، و یکی من مفسدت الشیاطین. اگه شیطان میخواد تو رو اغوا کنه، نجات از او به دست امام سجاد علیه السلام. اما نسبت به بیماری، متوسل شو به فرزندم موسی بن جعفر، عافیت رو از او بخواهید. اما علی ابن موسی، فرزندم علی ابن موسی رضا، در سفرها، در خشکی و دریا متوسل به او شو تا به سلامت برگردی. اما محمد ابن علی امام جواد، برای اینکه رزق دنیا بخواهی به او متوسل شو. همجوری یک به یک بیان میکنن. اگر میخواهی نیکی به برادران ایمانیت کنی، به پسرم امام هادی متوسل شو. تا به اینجا میرسن توسل ویژه به امام عصر. حضرت میفهمن فَإِذَا بَلَقَ السَّيْفُ مِنْكَ الْمَذْبَحُ، وقتی که شمشیر به اشاره کردن پیغمبر به اینجایت رسید، به پسرم مهدی متوسل شو. فارسیش اینه، وقتی کارد به استخوانت رسید به او پناه بود. و هو کهف و غیاث لمن استغاث به، کهف است، پناه است برای هر کسی که به او پناه ببرد. یا مهدی پیغمبر این رو فرمودن، عرض کردم یا مولا یا صاحب الزمان، انا مستغیث بک،
آقا من به شما پناه آوردم. تا این رو گفتم من به دامن شما چنگ زدم، یه مرتبه دیدم یه مردی آمد مقابل من. فرمود چه میخواهی؟ عرض کردم آقا کفایت کنید شر اون کسی که مرا اذیت کرد. فرمودن که قد کفیتک، کفایتت کردم که من از خدا خواستم حاجتت برآورده بشود، و قد استجاب دعوتی، خدا هم حاجت و دعایی که من کردم رو اجابت کرد. صبح شد، خبر دادن که ابن الیاس حاکم کرمان دستور داده منو ببر. رفتم، به دست خودش قل و زنجیر منو باز کرد. به من گفتش که ابوالوفا به کی پناه بردی تو؟ گفتم استغفتو به من هو غیاث المستغیث، پناه آوردم به اون کسی که پناه پناهجویان است، او از خدا خواسته است حاجت من برآورده شد. توسل به امام است. نظیر این ماجرا زیاد داریم، باور داریم، مصاحب داریم، مصاحب داریم. تو ای امید ما همه، قرار جان فاطمه، تو ای امید ما همه، قرار جان فاطمه، تو ای همیشه در نظر، چه خوش که آیم ببر. اگرچه من مقصرم، عنایتی که مضطرم، اگرچه من مقصرم، عنایتی که مضطرم، بی یار سید جان به لب، به حق سید عرب، یعنی زهرا بیا 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 بیا، یعنی زهرا بیا 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 بیا. التجا